سلام عرض می‌کنم خدمت خانم زیغمی عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشین، متشکرم. شما به عنوان یه بازیگری که خیلی تو کارهای خیر دست دارن، تو این زمینه این مقدار برامون توضیح میدین علت چیه که خودتون خواستید یا اینکه از شما خواستند وارد این عرصه بشید؟ به هر حال خب من تو مسیر حرفه‌ایم با این جریانات اجتماعی آشنایی بیشتری پیدا کردم و در خصوص انجمن بچهای کار خیابان به هر حال به واسطه یک دوستی من با اونجا آشنا شدم و احساس کردم چه موزل بزرگ و عمیقیه و وظیفه انسانی خودم میدونستم به عنوان یک کسی که چهره شناخته شده هست و حالا به هر حال لطف خدا هست که مردم به من لطف دارن، اگر بتونم این موزل اجتماعی رو به مردم اصلا معرفی بکنم، حالا خیلی حل کردنش کار من یا چند نفر نیست یا حداقل یک انجمن نیست، اما به هر حال حوزه مسئولیت اجتماعی به نظر من یکی از چیزهایی هست که هر انسانی وظیفه داره و باید بهش بپردازه. در خصوص بچه های کار و خیابان خب من خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر دارم باشون فعالیت میکنم. درسته، من اینو از نزدیک دیدم، خیلی بین اونا محبوب هستین. این محبوبیت رو از کجا به دست آوردید؟ یعنی باشون ارتباط نزدیک دارید؟ سر میزنید؟ ارتباط؟ بله، من به هر حال به عنوان یک نماد یا فقط حرکت نمایشی نخواستم که کنار بچه ها باشم. من خب از اول این چنین نبود، به هر حال توی این رفتن ها و اومدن ها و این دیدارهایی که اتفاق افتاد توی این سال ها با بچه ها، خیلی هاشون الان بزرگ شدن اصلا و خب من وقتی شاهد این هستم که این بچه ها داره زندگی هاشون سرانجام پیدا میکنه، واقعا برای من بزرگترین خوشحالیه. اما چیزی که هست اینه که اگر دوستان همکار من هم با حوزه دیگری در باب مسئولیت اجتماعی و معضلات اجتماعی به عنوان حالا سفیر، نماد یا هر کسی، هر عنوانی دارن فعالیت میکنن، من فکر میکنم که این فعالیت نباید برای یک بار باشه و فقط یک بار حضور چیزی رو حل نمیکنه. اگر من امروز بچه های کار رو شاید مردم شناختن برای اینکه نزدیک به 3 سال من با این انجمن دارم فعالیت میکنم و تمام من تلاشم رو کردم علیرغم تمام حرفایی که شنیدم، تمام انتقادهای با جایی یا بی جایی که به من شد، ولی من اصلا چشم و گوشم رو بستم و فقط به هدفم فکر کردم، چون که برای من مهم اینه که برای اونها اتفاق بیفته. قضاوت آدم ها برام خیلی مهم است و اینکه اگر من بتونم کوچکترین کاری برای اون بچه ها بکنم، من کار خودم رو کردم. چه انتظاری از نهادهای زیرآب دارین که تو اون زمینه بهتون کمک کنن یا اینکه حمایت های خاصی بکنن؟ ببینید، به هر حال این حوزه، مخصوصا حوزه کودک کار و خیابان، خیلی وسیعه و قطعا نیاز به همکاری نهادهای دولتی و در واقع حمایت داره. اما حالا اتفاقی که میفته چی هست و چی نیست، خب فعالیت رو ما کمرنگ میبینیم. اما این انجمن حامیان کار و خیابان یک انجمن کاملا خصوصیه و فقط از خیرین و مردم داره حمایت میشه و اصلا حمایت دولتی نداره. اما من امیدوارم که بتونم نظر سازمان‌های دولتی که خب به هر حال بودجه بیشتری رو داره، قطعا میتونن در اختیار این مجموعه بذارن، به این در واقع معضل جلب بشه و بتونن برای این مجموعه حداقل سرمایه‌ای کسب کنن، چون این مجموعه هدفش این نیست که مقطعی مشکلات این بچه‌ها رو حل کنه، هدفش زیرساختیه و زیربناییه و آموزش و تعلیم و فرهنگ سازیه و امیدوارم این اتفاق بیفته. درسته، تو صحبتاتون گفتین که همکارا هم باید کمک کنن، خودتون تا حالا اقدامی کردید یا همکاری رو دعوت کردید که وارد مجموعه بشن؟ خب به هر حال بودن جسته و گریخته دوستانی که توی این مجموعه ورود کردن، ولی من اصلا کلا میگم هر کدوم از دوستان همکار من که انتخاب میکنن مسیری رو، به هر حال شاید از نظر من موزل بچه کار موزل مهمی بود و این انگیزه رو به من داد که این همه با تلاش و در واقع
پشت کار زیاد سعی بکنم که حرکتی رو به جلو برای این مجموعه انجام بدم. اما حالا به هر حال همه دوستان که توی حوزه های این چنینی فعال هستن، من ازشون خواهشم اینه که فعالیتشون ادامه دار باشه، ادامه دار باشه که نتیجه بگیرن، چون مقطعی بعید میدونم که اتفاق بیفته. درسته. برگردم به دنیای مجازی، حرفای زد و نقیزی از بین مردم به همه هنرمندا زده میشه، شما تو این زمینه چه نظری دارید؟ اصلا میخونید اونا رو؟ خب خیلی من وقت نمی کنم، من این اینستاگرامم رو خودم اداره می کنم، تنها جاییه که خودم مستقیما با مخاطبم در ارتباط هستم و خودم دلم خواست که این چنین باشه. اما به هر حال مهمتر از هر چیزی فرهنگ در واقع استفاده از هر چیزی هست که در اختیار ما قرار داده میشه. به هر حال فعالیت در فضای مجازی و اینکه شما موقعیت این رو داشته باشید که جای بیان کنید هر آنچه که میتوانید و هیچ سانسوری برای شما اتفاق نیفته، این هست که عمیقا انسان باید به این درک برسه که من درسته که اجازه دارم اما نباید. این نبایدها در فرهنگ باید اتفاق بیفته. هر ابزاری که در اختیار انسان قرار داده میشه، اگر فرهنگش نباشه، شما اگه وسیله نقلیه هم داشته باشید فرهنگ استفاده ازش رو نداشته باشید، تصادف میکنید و منجر به مرگتون ممکنه بشه. این هم همینه. و به هر حال من فکر میکنم که اگر این آموزش به مردم داده بشه و این مسئله نه با اینکه حالا چهار تا کمپین خیلی معمولی، نه، فرهنگ زیر ساختی، اینکه کمربند ماشین تو ببند، درست صحبت کن. شما درسته که هر انسانی میتونه نظر بده، آزادی بیان داشته باشه، انتقاد بکنه، اما توهین نه. این یک فرهنگ سازیه که توهین کردن حق من نیست. من اجازه ندارم به هیچ وجهی اگر از هر چیز کوچک و بزرگی خوشم نمیاد توهین بکنم، میتونم انتقاد بکنم. و فرهنگ توهین نکردن به نظر من امروز باید به مردم آموزش داده بشه. درسته. خب با توجه به اینکه شما جزو اون هنرمندایی هستین که جدا از فعالیت سینما و تلویزیون در کلینیک زیبایی هم فعالیت دارید، این تداخل ایجاد نمی‌کنه در محیط کاریتون، مخصوصا حالا توی همون داستان بازیگری و اون تمرکزتون؟ به هر حال کار اصلی من اول از همه بازیگریه و اونها در حاشیه هستن. خب به هر حال من درسته که کلینیک زیبایی هم دارم و داشتم، ولی اصل کار من چون اونجا به هر حال سفارش شده به متخصص و متخصص اونجا رو دارم کنه، شاید من به هر حال به این فکر کردم که شغل دومی وجود داشته باشه، که اگر به هر حال عدم امنیت شغلی در سینما یک موزل بزرگه و شاید این اگه این نبود، من نوعی یا همه همکاران من که شغل‌های دیگری غیر از بازیگری کنارش مشاغل در واقع مشاغل غیر رو انتخاب می‌کنن، شاید به آینده‌شون فکر می‌کنن و شاید در ایران این اتفاق درست باشه، چون که ما می‌بینیم پیشکسوتانی رو که سال‌های سال برای هنر مملکت زحمت کشیدن ولی دوران پیری خوبی ندارن متأسفانه. و من آرزومند این هستم که یک روزی یک تشکیلات منسجم ایجاد بشه برای اینکه هیچ پیشکسوت سینمایی رو ما نبینیم یا هنری رو حداقل ما نبینیم که درگیر این باشه که امرار معاشش در سن پیری از کجا میاد. درسته. خانم زیغمی، این روزها اکران‌های عمومی و تبلیغات ماهواره‌ای همه دارن کمک میکنن به فروش بالای فیلم ها، نظر شما در این خصوص چیه؟ من با توجه به وضعیت سینمای ایران و اینکه چرخه سینما باید بچرخه، سینما یک اقتصاد، یک در واقع هنر صنعت، پس نیاز داره به اینکه درش پول ساخته بشه، پول بیاد که بتونه تهیه کننده رو ترغیب بکنه فیلم بعدیش رو بسازه. پس بنابراین عواملی که میتوانند دست به دست هم بدن و بانی این بشن که فیلم ها مخاطب پیدا بکنه، به نظر من هیچ اشکالی نداره. با اینکه من خودم جزء منتقدین به شدت شاید پررنگ ماهواره های بدون تفکر هستم از قبیل همین شبکه های جم و فارسیبان و امثال هم، اما چیزی که هست اینه که متاسفانه مخاطب تلویزیون ما به سمت شبکه های ماهواره‌ای بسیار توخالی و بدون فرهنگ و بدون تفکر کشیده شده و مخاطب تلویزیون ایران داره اونو میبینه.
ما چاره بیاندیشیم برای اینکه چرا مخاطب تلویزیون ما رفته و داره اونا رو نگاه میکنه. پس اشکال از ماه، همیشه ما میخوایم اشکال رو در دیگران ببینیم. پس حتی که حالا من با تمام وجودم منتقد اونها هستم، اما نمیتونیم هم کتمان کنیم که الان شبکه اونها خیلی از تلویزیون ملی ما پربیننده تره. پس بنابراین تبلیغات توی تلویزیون های اونها برای سینما بازخورد بیشتری داره تا تلویزیون ملی ما. پس بنابراین تلویزیون ملی ما باید جذابیتش رو ببره بالا. ما نمیتونیم صورت مسئله رو پاک کنیم، باید جوابش رو پیدا کنیم. پس بنابراین امیدوارم این اتفاق بیفته و تلویزیون برگرده به اون روزهایی که به خاطر سریال‌هاش خیابون‌ها خلوت می‌شد. پس به این دلیله که، یعنی به علت بیننده داشتن فراوونه که یه سری از همکاران شما به اون شبکه‌ها پیوستن؟ ببینید به هر حال من دارم می‌بینم همکارانم صحبت‌هاشون رو می‌شنوم. برای من بسیار غم‌انگیزه که همکارانی دارم که سال‌های سال دارن فعالیت می‌کنن، سال‌های سال دارن تلاش می‌کنن، هنرمندن و به دلیل دغدغه امرار معاش و ارتزاقشون مجبور میشن پناه ببرن به جاهایی که نباید. و واقعا این حقیقت تلخی است که در سینمای ما وجود داره و در هنر فیلمسازی ایران وجود داره. چرا باید یه کسی مثل رابعه اسکویی که توی ایران چندین و چند سال فعالیت کرده به اینجا برسه که پاشو بره مثلا در یک شبکه خیلی 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 لو لولی مثل جم مجبور میشه؟ شاید ما جای اون نیستیم. ای کاش آدم ها باید بگیریم همدیگه رو قضاوت نکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ انسان ها رفتار امروزشون حاصل آن چیزیست که براشون گذشته. پس بنابراین قطعا اون آدم به جایی رسیده که این کار رو کرده. بعضی موقع ها هنرمنده خودکشی هنری میکنن. من فکر میکنم اسمشو من خودم این رو گذاشتم، اون که یک راهی رو انتخاب میکنم که شاید اصلا راه خوبی نیست، شاید خودشون هم میدونن ولی جبر بهشون این رو میگه که شاید فکر میکنن این راه بهتریه. و اگر شرایط برای هنرمند در ایران یک جوری باشه که بتونه فعالیت بکنه، همه به یک سان بتونن کار بکنن و همیشه گروه خاصی نباشن که در حال کار کردن هستن، بنابراین هیچ کسی مطمئن باشید که دوست نداره بره. خب همه از خانم زیغمی انتظار سرمایه گذاری در کارهای خیریه هم دارن، درسته؟ مخصوصا حالا فیلم هایی که برای بچه های کار باشه، یا از اینا استفاده کنید حتی برای بازیگری، این امکان وجود داره؟ واقعیتش من خیلی دارم تلاش میکنم که جذب سرمایه بکنم و فیلمی رو تولید بشه که در حوزه فعالیت این مجموعه ای که من هستم باشه، در چارچوب این مجموعه باشه و اتفاقاتی که توی مجموعه افتاده. خیلی داستان های جذابی توی این در واقع آدم هایی که توی این انجمن حضور داشتن توی این چند ساله فعالیتش وجود داره که هر کدومش میتونه یک فیلم سینمایی باشه. اما به هر حال امیدوارم بتونم جذب بکنم آدم هایی رو که در این راستا دوست دارن فیلم سازی بکنن. درست. با خانواده اون بچه ها هم ارتباط دارید و دیدینشون؟ خیر، ولی در جریان خانواده های بچه ها قرار میگیرم معمولا. در واقع اونهایی رو که حالا میبینمشون میپرسم که این بچه مثلا وضعیتش چگونه هست، به چه صورتی زندگی میکنه. اما خب واقعا سخته و نزدیک شدنم خیلی کار درستی نیست و من تلاشم تنها و این مهمترین تلاشم این هست که برای این بچه ها اگر بتونم امکاناتی رو فراهم بکنم، جذب بکنم خیرین بیشتری رو، در ضمن اینکه بچه کار رو به مردم معرفی بکنم که بچه کار چی هست، کی هست و چرا هست. درسته. و به عنوان سوال آخر، با توجه به رکورد هایی که این روزها داره زده میشه در خصوص فروش فیلم ها بعد از جشنواره فجر، این میتونه علتش چی باشه؟ یعنی انتظار بیشتری خواهیم داشت؟ چون با توجه به اینکه خودتون هم گفتید یه عده خیلی خاص دارن فقط کار میکنن، یعنی واقعا یه جورایی حالت باند شده. من امیدوارم، ببینید در هر شکل و در هر صورت خیلی خوشحال کننده و امیدوار کننده است که فروش فیلم ها بالا بره. اگر فیلم ها نفروشن به نظر من بیشترین آسیبش رو همین اعضای بدنه سینما، همین اعضای حرفه ای سینما میبینن. پس بر این امیدوارم همه فیلم ها بفروشن و امیدوارم تمام اون کسانی کار بکنن و باشن که سینمای واقعی رو درک کردن، نه در راستای حالا به هر حال فقط روابط. اما به هر حال نمیشم گفت، فیلم های خیلی خوبی هم داشتیم. تبریک میگم به همه دوستانم که موفقیت داشتن و از با تمام وجودم از موفقیت سینماگرامون لذت میبرم و امیدوارم هر روز به روز بیشتر تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. تشکر می‌کنم از لطفتون. مرسی، موفق باشید.